مرسی، خدا رو شکر. منم سلام میگم به تک تک شما، برادر عزیزی که سلام نگفتم، و خوشحالم که یک هفته دیگر رو در کنار هم دیگه هستیم. عنوان پیام امشب هستش شنبه یا یک شنبه. میخوایم به این سوال تا پایان این تعلیم ببینیم جواب بدیم. پیام شنبه یا یک شنبه. در زمانهای قیام عیسی مسیح خداوند هستیم. به صورت خاص از دو هفته پیش که شروع کردیم صحبت کردن بهای صلیب، بهای جمعه و صلیب، هفته گذشته شنیدیم چقدر عالی که عیسی مسیح خداوند خودش شخصا از نظر روحی، از نظر احساسی، در کلام پاستور شنیدیم که چه لحظاتی رو پشت سر گذاشت، چه احساسی رو تجربه کرد. روز جمعه اینجا با هم دیگه جمع شدیم، باز هم از پاستور عزیز شنیدیم کلامی رو در مورد جمعه و صلیب، عشای ربانی رو با هم دیگه، نان رو، شراب رو با هم دیگه برداشتیم، یک شنبه رو با هم دیگه جشن گرفتیم، قیام عیسی مسیح رو. اما واقعا این روزها اینقدر در زندگی ایمانی ما، در زندگی روحانی ما اونقدر اهمیت داره، اونقدر با ارزش هستش که واقعا به جاست که باز هم و باز هم در موردش صحبت کنیم و به سادگی از کنار این زمانها و روزهای قیام نگذریم. چون همونطوری که اون سرودی هم که روز یک شنبه خوندیم، قیام عیسی مسیح اصل ایمان ما، قیام عیسی مسیح. پولس رسول در اول قرنتیان باب 15 آیه 14 میگه اگر مسیح از مردگان برنخواسته، اگر مسیح از مردگان قیام نکرده، وعظ ما باطله، ایمان شما هم باطله. پس این چیزی که انقدر اهمیت داره که اگر اتفاق نمیافتاد ایمان ما باطل بود، خیلی مهمه که در موردش صحبت کنیم. روز جمعه تو صلیب اینجا با هم جمع شدیم، در مورد مرگ عیسی شنیدیم، در مورد صلیب او بارها شنیدیم، دردهای او، تمام اتفاقاتی که برای او در اون روز افتاد رو ما در این چند وقت پشت سر گذاشتیم، شنیدیم. و همینطور روز یک شنبه قیام، ما هر سال هم در مورد قیام شکوهمند عیسی مسیح از مردگان میشنویم، اینکه چطور او بر مرگ، بر قبر، بر دنیای مردگان پیروز شد و ظفرمندانه قیام کرد. اما یک روز بین جمعه و یک شنبه هست، یک روز شنبه بین جمعه و صلیب و یک شنبه قیام هستش، روزی که خیلی ساده ازش عبور میکنیم. یا من خودم بگم، من به شخصه در این چند سالی که 5-6 سالی که ایمان دارم، در این ششمین سالی که هستم، تا هفته گذشته شنبه اصلا در مورد این روز فکر نکرده بودم و خودم هم در این چند سال اصلا موعظه یا تعلیمی در مورد این روز شنبه نشنیده بودم. حتما شده در جاهایی، در کلیسای من نشنیدم. و دلیلش این بود که شروع کردم به فکر کردن اونم به خاطر اینکه باز باید برای جلسه نوجوانان امیدان کلامی رو آماده می‌کردم، و چون همیشه موقعی که می‌خوام یه خدمت کلام دارم همیشه نگاه می‌کنم به زمان‌ها، به تاریخ‌ها، و روز شنبه بین این دو اتفاق بود، خیلی من رو به فکر فرو برد. خیلی چیزهایی در دل و فکرم بود که برای نوجوانان سنگین بود، یکم خلاصه‌تر کردم، اما واقعا خیلی خدا با قلب من صحبت کرد در مورد این روز شنبه. از نظر من این شنبه بین مرگ و قیام عیسی مسیح عجیب‌ترین روزی بود که تمام دنیا تجربه کرد. به نوعی میتونیم بگیم انگار ناامید کننده ترین روز بود، تاریک ترین روز بود که زمین و کائنات تجربه کرد. روزی بود که هیچ نوری درش نبود، هیچ امیدی درش نبود. و به حق، به درستی این روز شنبه در تاریخ و تقویم مسیحیت شنبه سیاه نامگذاری شده و کلیساهای سنتی این روز رو مراسم خاصی براش داشتن. ما در سه انجیل هم نظر، متی، مرقس، لوقا، میبینیم در متی باب 27 آیه 25، مرقس 15:33، فقط این محل آیاتو میگم، لوقا 23:44، هر سه این اناجیل نوشته شده موقعی که عیسی مسیح روی صلیب بود. میگه تاریکی تمامی زمین رو فرا گرفت، لحظه‌ای که عیسی به روی صلیب بود، در اون ظهر جمعه که خورشید دقیقا در مرکز آسمان هست، همه جا باید روشن باشه، تاریکی زمین رو فرا گرفت. و زمین نه فقط تاریک‌ترین بلکه غم‌انگیزترین لحظه‌های خودش رو سپری می‌کرد. روز جمعه بود که عیسی مسیح پسر خدا مرد، او رو درون مقبره دفن کردن، سنگ بزرگ و سنگینی رو در مقابل این قبر گذاشتن تا نتونه از قبر بیاد بیرون، تا کسی نتونه جسد او رو بدزده. و اگه بخوایم توصیفی از این روز و حالی که دنیا تجربه کنیم، باز هم میگم دنیای تاریک، دنیای بدون امید، دنیای بدون آینده، این روز شنبه و دنیایی که هیچ فیضی درش یافت نمیشد. چند بار شده عزیزان توی زندگی هاتون احساس کنید که همه چیز در تاریکی است،
زندگی شما رو تاریکی فرا گرفته. چند بار تو زندگیتون تجربه کردید که هیچ نوری نیست، هیچ امیدی دیگه برای شما نیست، هیچ روزنه امیدی نیست، همه درها بسته شده. چند بار شرایطی رو تجربه کردید که همه چیز دور و برتون منفی بود، هیچ چیز مثبتی نبود، فیض خدا رو اصلا دور و بر خودتون احساس نمی کردید و یا خیلی دور و غیر قابل دسترس بود براتون. چند بار شد در زندگی خودتون که امیدها و آرزوهای زیادی داشتید اما همه رو از دست رفته میدید و نه فقط از دست رفته، بلکه یک سنگ بزرگی رو هم در مقابلش میدیدید که هرگز و هرگز قدرت تکون دادن و جابجا کردن این سنگ رو از روی امیدها و آرزوهاتون نداشتید، مثل اون سنگ بزرگی که در مقابل مقبره عیسی گذاشتند. چند بار شد که احساس کردید زندگی شما فقط و فقط بوی مرگ میده، بوی جهنم میده، هیچ حیاتی توش نیست؟ روزهایی که زندگی خودتون رو زیر بار فشارها، دردها و مشکلاتی سپری میکردید و چند بار شد که در این زمانها آرزوی مرگ کردید؟ من خودم به شخصه بارها در زندگی خودم، چه پیش از ایمانم چه پس از ایمانم، آرزوی مرگ کردم در سختی‌ها و مشکلات. واقعا خیلی برای من مرگ و هر چیزی که بود خیلی برای من راحت تر بود تا اینکه بخوام دووم بیارم و تحمل کنم. یا شاید باز افرادی باشن که اقدام به خودکشی کرده باشن، یه قدم فراتر گذاشته باشن، نه فقط آرزوی مرگ کردن بلکه حتی خودشون رو کشتن، واقعا دست به این کار زدن. اگه بخوایم یکم حال عیسی رو یا حال دنیا رو یکم بهتر به تصویر بکشیم، مزمور 18 آیه 4 و 5 آیات خیلی زیبایی رو میگه. مزمور نویس میگه بندهای مرگ مرا فرو پیچیده بود و سیلابهای نابودی بر من هجوم آورده بود، بندهای حاویه، بندهای جهنم به دورم تنیده بود و دامهای مرگ رویارویم بود. حقیقتا زیباترین توصیف از روز شنبه، از این شنبه سیاه، این آیاته. میگه بندهای مرگ دور من رو پیچیده بود، دور من پیچیده شده بود، سیلابهای نابودی بر من هجوم آورده بود، یعنی سیلاب نابودی میخواست من رو بیشتر و بیشتر در نابودی خودش غرق کنه و یه قدم از مرگ فراتر میذاره. میگه بند جهنم به دور دست و پای من پیچیده شده بود، مزمور 18 آیات 4 و 5. و مرگ مثل دامهایی در مقابل من پهن شده بود. بریم روز شنبه رو یکم بیشتر باز کنیم، نگاه کنیم. عیسی مسیح شاید بخوایم اگه بگیم چه حالی رو تجربه میکرد، شاید این مزمور 18 بود. اما بیایم اطرافیان عیسی ببینیم که دنیا چه شرایطی رو تجربه میکرد. از دید مریم مادر عیسی در روز شنبه، شنبه‌ای که فردای جمعه و صلیب بود، مریمی که پیش از اینکه عیسی متولد بشه در انجیل لوقا باب 1 آیه 31 تا 33 آیات زیادی است، روح خدا بر او نازل میشه و به مریم وعده بزرگی میده. میگه اینک آبستن شده پسری خواهی زایید، نامش را عیسی خواهی نهاد، او بزرگ خواهد بود، پسر خدای متعال خوانده خواهد شد، خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود، او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. این وعده ای بود که فرشته خدا به مریم داد. ولی الان مریم چی میدید؟ پسرش که تمام این وعده ها بهش داده شده مرده و در قبر هست. از دید شاگردان و اطرافیان عیسی نگاه کنید. 10 تا شاگردی که از ترس معلوم نیست کجا پنهان شده بودن، افرادی که دنبال عیسی می اومدن، تا چند روز قبل معجزات عیسی رو میدیدن، تعالیم عیسی رو میشنیدن، عیسی که جلوی چشم اونها مرده ها رو زنده کرد، کورها رو بینا کرد، فلج ها رو خرامان کرد، جذامی ها رو طاهر میکرد، مردم صف میکشیدن و شفا میگرفتن. چه معجزاتی کرد، چه تعالیم عیسی مسیح به اونها داد و چقدر رو دنبال میکردند. و الان شاگردان می‌دیدن که استاد اونها مرده، استادی که خودش مرده ها رو زنده می‌کرد الان خودش مرده. یه ناامیدی چندین برابر من فکر می‌کنم برای شاگردان بود.
و نه فقط روی زمین، عزیزان از دید آسمان اگر بخوایم نگاه کنیم، از دید فرشتگان اگر نگاه کنیم، فرشتگانی که از ازل، عیسی مسیح خداوند از ازل در نزد پدر بود. کلام خدا میگه همه چیز، تمام کائنات به وسیله عیسی و برای عیسی خلق شد. فرشتگانی که این پسر یگانه پدر رو از ازل میپرستیدن، از ازل دور او میگشتن، از ازل او رو سجده میکردند. و این فرشتگان آسمان هم الان میدیدند که این پسری که او پرستیده میشد الان در عالم مردگان بود. و به نوعی عزیزان انگار تمامی کائنات در یک ناامیدی و تباهی بود. و تنها تعریفی که میشد از این روز کرد اینه که خدا مرده. در روز شنبه خدا مرده بود. ما الان خیلی راحت میگیم خدا زنده است، خدا زنده است. اما نمیشد در روز شنبه ای که فردای جمعه و صلیب و قبل از قیام بود بگیم خدا زنده است. چون خدا، پسر خدا مرده بود. شنبه سیاه، شنبه تاریک، بدون هیچ امید و آینده، یک روز بدون فیض. در این روز بود که خدا مرده بود. اما چرا عزیزان؟ چرا خدای ما باید میمرد؟ چرا او باید طعم مرگ رو تجربه میکرد؟ چرا نه فقط میمرد، بلکه حتی بلافاصله بعد از مرگ خدا میتونست بگه که اوکی، بعد قربانی کفاره گناهان پرداخته بشه، عیسی مسیح خداوند روی صلیب میمرد و بعد از اینکه او میمرد خون او ریخته میشد، همونجا خدا میتونست فرشتگان خودش رو بفرسته و او رو به آسمان ببرن. نمیتونست این کار بکنه؟ میتونست این کار بکنه. بهای گناه هم، مزد گناه مرگ بود. اوکی، عیسی مرد روی صلیب، خونش هم ریخت، پس مزد گناهان پرداخت شد، انجام شد همه چیز روی صلیب. ولی چرا نه فقط او باید میمرد، بلکه باید طعم مرگ رو و دنیای مردگان رو تجربه میکرد؟ چرا او باید به اعماق تاریکی میرفت و اونجا میموند و این سیاهی، نابودی و تباهی رو تجربه میکرد؟ چون خدای ما عزیزان، عیسی مسیح خداوند، اونقدر رحیم بود، اونقدر پر از فیض بود، اونقدر مهربان بود، اونقدر به فکر انسانها بود، اونقدر به فکر من و شما بود. چون اون نه فقط به روی زمین اومد، نه فقط انسان شد، بلکه اون میخواست، هدف او فقط این نبود که گناهان من و شما رو برداره، بلکه او میخواست دردهایی رو که یک انسان در طول یک زندگی خودش متحمل میشه، دردهایی که من و تو در طول زندگی خودمون تجربه میکنیم رو او تجربه کنه. دردهایی مثل مرگ رو، دردهایی مثل ناامیدی رو، دردهایی مثل تاریکی و احساس در جهنم بودن رو، دردهایی مثل زمانهایی که احساس میکنیم مرگ به دور دست و پای ما پیچیده و هیچ امیدی دیگه برای ما نیست. عزیزان شاید ما بارها در زندگی خودمون آرزوی مرگ کردیم، ولی او حقیقتاً مرد. ما لحظه های جهنمی و تاریکی رو در زندگیمون شاید تجربه کردیم، اما او حقیقتاً به حاوی، به اعماق دنیای مردگان رفت. و این دلیل روز شنبه بود، دلیل اینکه عیسی به اعماق دنیای مردگان رفت. اما از آن خبر خوب اینجاست که روز شنبه جاودانی و ابدی نبود. روز شنبه به انتها رسید و سپیده دم روز یک شنبه فرا رسید. آمین. خبر خوب این استش که عیسی مسیح خداوند در مردگان نموند. همونطور که صلیب، عزیزان، صلیب قربانی خودش روی خودش نگه نداشت، قبر و عالم مردگان هم نتونست عیسی رو در خودش نگه داره. پولس رسول در اول قرنتیان باب 15 آیه 55 میگه ای گور، ای گور پیروزی تو کجاست؟ ای قبر پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ نیش تو کجاست؟ از اون تنها انسانی که، تنها شخصی که مرگ بر او پیروز نشد، قبر نتونست او رو در خودش نگه داره، عیسی مسیح خداوند بود. آمین. کلام خدا میگه هر کسی که به او ایمان بیاره، او هم مثل مسیح روزی از مردگان قیام و رستاخیز میکنه و برای همیشه در مرگ نمیمونه. عزیزان آمین. برای همین هستش که ما ایمانداران مرگ یک نفر رو عزاداری نمی کنیم، سوگواری نمی کنیم، ماتم نمی گیریم، چون باور داریم کسی که قلب خودش رو به عیسی مسیح خداوند سپرده، تولد تازه رو پیدا کرده، روزی همونطور که پاستور روز یک شنبه گفت در جسم دوباره قیام خواهد کرد.
در اول قرنتیان باب 15 کل تشویقتون میکنم رساله اول قرنتیان باب 15 رو بخونید. کل باب 15 در مورد رستاخیز و قیام عیسی هست. اول قرنتیان باب 15 آیات 20 تا 22 پولس رسول اینطور میگه: اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است، زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. آمین. در مسیح همه زنده خواهند شد. و باز هم پولس رسول چه زیبا در باب 15 اول قرنتیان ادامه میده و این گذر و عبور و تبدیل از شنبه سیاه به یک شنبه قیام رو توصیف میکنه. آیاتی واقعا پر از تفکر و پر از تأمل، آیاتی که چقدر زیبا این پارادوکس، این تضاد شنبه و یک شنبه رو به ما نشون میده. در آیات 42 تا 44 هست، اول قرنتیان 15 42 و تا 44 پولس میگه در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است: آنچه کاشته میشود فساد پذیر است، اما آنچه بر میخیزد فساد ناپذیر. در ذلت کاشته میشود، در جلال بر میخیزد. در ضعف کاشته میشود، در قوت بر میخیزد. بدن طبیعی کاشته میشود، بدن روحانی بر میخیزد. اگر بدن طبیعی وجود دارد، بدن روحانی نیز وجود دارد. از این آیات تبدیل و تغییر رو به ما نشون میده: فساد پذیر به فساد ناپذیر، از ذلت به جلال، از ضعف میگه آن که در ضعف کاشته میشود در قوت برمیخیزد، از ضعف به قوت، بدن طبیعی به بدن روحانی. و باز در جای دیگه پتروس رسول در اول پتروس باب 2 آیات 9 تا 10 میگه: اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایید. زمانی از رحمت محروم بودید، اما اکنون رحمت یافته اید. باز هم یک تبدیل نشون میده: از تاریکی به نور. قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایید. از رحمت محروم بودید، اما اکنون رحمت یافته اید. از این آیات به خوبی مشخصات و ویژگی روز شنبه و یک شنبه رو برای ما آشکار میکنه. روز شنبه، روزی که عیسی هنوز در درون قبر بود، چه مشخصاتی داره؟ فساد پذیر، میرا، از بین رفتنی، ذلت، ضعف، فقر، بدنهای طبیعی، تاریکی، ناامیدی، نداشتن هویت، به دور از رحمت و فیض بودن. این مشخصات روز شنبه است. اما روز یک شنبه، یک شنبه قیام، چه مشخصاتی داره؟ بدنی فساد ناپذیر و ناپژمردنی، بدنی که از بین نمیره، جلال، قوت، حیاتی روحانی. میگه شما را از تاریکی به نور خوانده است. عیسی میگه شما نور جهان هستید. نور مشخصه روز یک شنبه قیامه. داشتن هویت، میگه پیش از این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید. ما قوم خدا هستیم، ما فرزند خدا هستیم. رحمت یافته، میگه پیش از این از رحمت و فیض خدا محروم بودید، اما الحال رحمت یافته اید و مشمول فیض. از این توصیفات فقط برای آینده ما نیست که روزی ما از مردگان رستاخیز پیدا میکنیم و بدنهای ما تبدیل میشه، ما جلال پیدا میکنیم. همه اینها هست، بلکه این خصوصیت و این مشخصاتی که اینجا میگه برای امروز من و شماست. اگر من و تو قلب خودمون رو به عیسی مسیح خداوند سپردیم، او در قلب ما ساکنه، در زندگی ما هست، پس من و شما همین امروز هم میتونیم عزیزان از تمامی ثمرات و نتایج قیام او بهره‌مند بشیم. آمین. ثمره های قیام او چی بود؟ جلال، قوت، حیات روحانی، نور، امید، داشتن هویت، رحمت یافته و مشمول فیض خاص خدا.
امروز به زندگی خودت نگاه کن. زندگی تو کدومی که از این خصوصیت رو داره؟ آیا خودت رو در ضعف میبینی؟ آیا در فقر میبینی؟ آیا در تاریکی و ناامیدی میبینی خودت رو؟ آیا هنوز هویت حقیقی خودت رو تجربه نکردی؟ آیا هنوز خودت رو به دور از رحمت و فیض میبینی؟ آیا هنوز سنگهای بزرگی در زندگی تو بر روی امیدهای تو، بر روی آرزوهای تو گذاشته شده و این سنگها رو تکان داده نشدنی میبینی؟ پس باید بگم که در روز شنبه هستی. ولی عیسی مسیح خداوند خبر خوش اینه که در روز شنبه نموند. عیسی در روز شنبه نموند، از روز شنبه عبور کرد و پیروزمندانه وارد یک شنبه قیام شد و همونطور که گفتم از هر کسی به او ایمان بیاره با او، با عیسی، وارد یک شنبه قیام میشه، چون او بود که من و شما رو با خودش به یک شنبه برد، من و شما رو به یک شنبه قیام برد. من و شما همین امروز میتونیم عزیزان از تمامی خصوصیات و ثمرات یک شنبه قیام بهره‌مند بشیم. اگر در ضعف هستی، اگر در ناامیدی و تاریکی هستی، امروز به خاطر قیام مسیح میتونه ضعف تو به قوت تبدیل بشه، تاریکی تو به نور تبدیل بشه، ناامیدی تو به امید تبدیل بشه، ذلت و بدی در زندگی تو به جلال تبدیل بشه، آمین، شکستهای تو به پیروزی تبدیل بشه، حیات جسمانی و نفسانی و اگه بعضن هنوز پر از خطا و گناه من و تو در من و تو هست که هنوز داریم مطابق جسم رفتار میکنیم، مطابق خواهشهای نفس خودمون رفتار میکنیم، میتونه این حیات امروز به یک حیات روحانی و پر از قوت روح القدس تبدیل بشه، آمین. همون قوت و همون روحی که عیسی را از مردگان بلند کرد، این اتفاق ها میفته عزیزان، چون مسیح همه اینها رو تجربه کرد. او در روز شنبه در بدترین و در پایین ترین شرایط بود، او در ناامید کننده ترین شرایط بود، ولی در این شرایط نموند. مرگ و قبر نتونست او رو در خودش نگه داره. پس شرایط تو نمیتونه تو رو در خود تو نگه داره، آمین. شرایط تو نمیتونه تو رو در خودش نگه داره، بلکه همونطور که عیسی با قوت روح القدس از این شرایط سخت عبور کرد عزیزان، امروز هم من و تو با باور به مرگ و قیام او، با باور به قوت روح قدوس او میتونیم از این شرایط عبور کنیم. در واقع او هست که میخواد من و تو رو از روز شنبه عبور بده و با خودش به یک شنبه قیام بیاره. امروز قوت قیامت مسیح عزیزان در بین ماست، در توست تا در تو عمل کنه، در هر ضعفی که هستی قوت خودش رو به تو ببخشه و این قوت همیشه و همیشه آماده و در دسترس هست تا من و تو رو از شنبه های سیاه زندگی ما عبور بده و به یک شنبه پیروزمندانه قیام ببره و اونجا ما رو تبدیل کنه، آمین. امروز به زندگی خودت نگاه کن، در کدوم روز هستی، شنبه یا یک شنبه؟